سلام خوش اومدید به کلاس درس بیایید برگردیم اصلا به اون حرکت شناسی در دو بعدی که قبلا با هم خوندیم یک لحظه حرکت دایره ای رو کلا فراموش بکنیم فرض بکنید من صرفا میدونم که این یک حرکت دو بعدی هست که من از یک نقطه یک در زمان t یک با بردار مکان آر یک رفتم به یک نقطه دو در زمان تی دو با بردار مکان آر دو حالا اگر من بخوام سرعت متوسط این حرکت رو حساب بکنم چیکار باید بکنم من اول باید بیام و بردار جابجایی رو به دست بیارم که میشه این بردار یعنی این بردار الان هست R2 منهای R1 این R2 و R1 هر دو بردارن من علامت بردارشون نذاشتم که اینو میتونم با دلتا R2 1 نشون بدم در این صورت من میتونم بنویسم که سرعت متوسط در این جابجایی از نقطه 2 به نقطه 1 ببخشید از نقطه 1 به نقطه 2 مصابیه هست با دلتا R2 1 تقسیم برای دلتا تیم یعنی جابجایی جایی تقسیم بر زمان من الان هیچ کار حرکت دایره ای نکردم من صرفا اومدم سرعت متوسط رو حساب کردم در یک حرکت دو بعدی. این دلتا تی من هم هست تی دوی منهای تی یک و من سرعت متوسط رو الان میتونم به دست بیارم حالا اگر من بیام و مثل همیشه این کاری که دیگه بارها و بارها در حرکت شناسی کردیم این نقطه رو نزدیکتر بکنم به این نقطه مثلا یک همچین نقطه ای رو در نظر بگیرم و بعد بیام مجددا بردار مکان این نقطه رو رسم بکنم و اسمش رو مثلا بذارم R3 و بعد میتونم بیام دوباره جا به جایی رو از نقطه یک تا سه هم رسم بکنم میشه یک همچین برداری دیگه ببخشید یه خورده شلوغ شد این میشه R3 منهای R1 این بار که میتونم اون رو با دلتا r 31 نشون بدم و در این صورت سرعت متوسط از نقطه سه به نقطه یک برابر خواهد بود با دلتا آر سه یک تقسیم بر دلتا تی این بار سه یک پس این هم بریم سم دلتا تی دو یک یعنی دلتا سی از نقطه یک به دو این میشه دلتا تی از نقطه یک به سه حالا اگر من دوباره همین کار رو مثل همیشه ادامه بدم و این رو نزدیک و نزدیکتر بکنم به این نقطه یک من میتونم سرعت لحظه در لحظه تی یک رو حساب بکنم یعنی من میتونم بیام لیمیت دلتا تی به سمت صفر دلتا آر تقسیم بر دلتا رو حساب بکنم یعنی این دلتا تی رو کوچیک و کوچیکتر بکنم و بعد این دلتا آر رو حساب بکنم یک همچین برداری رو و بعد اون رو تقسیم بر دلتا تی بکنم و این حد رو حساب بکنم این به من سرعت لحظه ای رو میده که من اینجا اسمش رو میذارم سرعت خطی لحظه ای چرا به این علت که در حرکت دایره ای ما یک سرعت زاویه ای هم داریم و من میخوام تفکیک این دوتا کاملا مشخص باشه بنابراین به این میگم سرعت خطی و میدونید که این مشتق جابجایی هست نسبت به زمان من دیگه نمی نویسم و در حقیقت جهت سرعت خطی شی به خط مماس بر دایره هست در این نقطه یعنی این میشه جهتش حالا من پاک میکنم تا اونجا دیگه انقدر شلوغ نباشه اما حالا میخوایم وارد حرکت دایره بشیم یعنی ببینیم که حالا این کارهای حرکت شناسی در دو بعدی که صورت دادیم را آیا در حرکت دایره میتونیم ساده تر بکنیم یا نه من الان میخوام از یک ویژگی دایره استفاده بکنم و اون همینه که اندازه شعاع ببخشید اندازه این بردار مکان یعنی اندازه دلتا آر وقتی که تی خیلی خیلی کوچیک بشه یعنی من این فاصله رو کم و کمتر کنم تقریبا برابر هست با اندازه این کمانی که این دو نقطه رو به هم وصل میکنه منظورم چه بیاید این پایین بکشم که مشخص تر باشه الان این نقطه یک و این نقطه دو من میتونم به هم وصلشون بکنم و به راحتی میتونم با چشم ببینم که طول این بردار آر از طول این کمان کمتره خب این رو میتونم به راحتی با چشم ببینم حالا اگر من بیام به جای نقطه دو یک همچین نقطه ای رو در نظر بگیرم یعنی این نقطه مثلا نقطه سه در این صورت من میتونم ببینم که طول این بردار آر نزدیکتر شد به طول این کمانی که این دو نقطه رو به هم وصل میکنه و اگر این رو کوچیک و کوچیکتر بکنم با یک تقریب بسیار بسیار خوب وقتی که دلتا تی میره به سمت صفر طول بردار آر با طول کمان برابر میشه بنابراین من میتونم بیام بگم که اندازه سرعت V مساوی هست با لیمیت یعنی حد دلتا تی به سمت صفر اندازه بردار جابجایی تقسیم بر زمان خب من الان فقط اومدم دیگه جهت رو حذف کردم یعنی نمیخوام دیگه برداری فکر بکنم اصلا به حرکت دایره ای چون جهت رو همیشه میدونم که خط مماس بر این نقطه هست بنابراین فقط الان بزرگی برای من مهمه و اینو میتونم بگم که تقریبا برابر میشه با حد دلتا تی به سمت صفر دلتا اس یعنی طول کمان پس من به این طول این کمان میگم دلتا اس تقسیم بر دلتا تی من اگر این حد رو حساب بکنم من بزرگی سرعت رو عملا به دست آوردم دقت بکنید که این تقریب لزوما نیست یعنی در حالت حدی این دوتا دقیقا با هم برابر هستن که این عبارت مساوی میشه با دی اس به دی تی یعنی مشتق طول کمان به نسبت زمان یعنی آهنگ مسافتی که در طول این کمان شما طی میکنه ذرتون روی یک حرکت دایره ای به شما داره سرعت خطی در هر لحظه رو میده حالا من میخوام برم سراغ یک ویژگی دایره این الان این بخشی کاملا هندسه است من میدونم که اگر یک دایره شعاعش باشه آر در این صورت محیطش میشه چقدر محیطش میشه دو پی R حالا مفهوم این چیه مفهومش اینه که یک کمانی به طول ببخشید به اندازه دو پی رادیان یعنی من از این نقطه شروع کنم برم و برگردم اینجا یعنی اگر من دو پی رادیان روی یک دایره به شوهای آر طی بکنم مسافتی که طی کردم دو پی رادیان هست یعنی اگر شما یک ماشین بذارید این رو و بهش بگید برو دو پی رادیان طی کن و شوهای دایرتون هم هست آر میگه خب من دو پی رادیان مسافت طی خواهم کرد در این صورت من میتونم بگم که در حقیقت دو پی رادیان محیط دایره نیست بلکه مسافت طی شده ببخشید دو پی آر محیط دایره نیست بلکه مسافت طی شده برای دو پی رادیان هست و در نتیجه من میتونم بگم که اگر تو بخوای تتا رادیان روی دایره طی بکنی مسافتی که باید طی بکنی هست تتا آر یعنی دلتا اس مساوی میشه با تتا آر اگر بخوای تتا رادیان تی بکنی حالا اگر این تتا باشه دو پی این میشه دو پی آر اگر تتا باشه پی یعنی نیم دایره بری این میشه پی آر و به همین ترتیب بنابراین رابطه بین طول یک کمان و شعاع دایره و زاویه اون کمان هست دلتا اس یعنی طول کمان مساوی با تتا آر یا یک جور دیگه میتونم بگم دلتا اس مساوی با دلتا تتا آر یعنی اگر تو از این نقطه داری میری به این نقطه و دلتا تتا تا زاویه تغییر کرده طول این کمان میشه دلتا تتا ضرب در شعاع دایره من میتونم اینو وارد این فرمول بکنم یعنی به جای دی اس به دی تی بنویسم دی تتا آر به دی تی و چون شعاع دایره ثابته این مساوی میشه با آر دی تتا به دی تی که این مساوی میشه با چی؟ خب ما در ویدوهای قبل حساب کردیم که آهنگ تغییر زاویه به نسبت زمان اسمش از سرعت زاویه یا اومگا که در حرکت دایره یک نواخت همیشه برابر اومگا هست این مساوی میشه با آر اومگا بنابراین یک رابطه خیلی مهمی که من کشف میکنم اینه که اندازه سرعت در حرکت دایره برابر هست با شعاع زب داره سرعت زاویه که بذارید من این فرمول رو مشخص تر بکنم میشه آر اومگا اندازه و جهت هم که همیشه خط مماس و دایره در جهت حرکت حرکت دایره به من جهت سرعت رو خواهد داد این هم میشه بزرگی سرعت این فرمول داره یک نکته جالب رو به من میگه داره به من میگه که با یک سرعت زاویه ثابت اگر تو شعاع رو افزایش بدی سرعت خطیت داره زیاد میشه معنی این چی هست من فکر کنم معنی این در آزمایشگاه حرکت دایره‌ای که من الان میخوام برم و اون رو به شما نشون بدم خیلی واضحتر مشخص میشه پس بذارید بریم سراغ آزمایشگاه خب این الان آزمایشگاه ما هست که یک کفش دوزکی دوباره روی یک دیسکی میتونه حرکت دایره ای صورت بده و اینجا تنظیمات ما هست اصلی ترین تنظیم ها تنظیم درجه یعنی زاویه اولیه و سرعت زاویه ای هست که حالا اینجا بر حسب درجه بر ثانیه هست ما بر حسب رادیان بر ثانیه یاد گرفتیم من میتونم اینو بیام بگم مثلا سرعتش رو قرار بده 90 درجه بر ثانیه یعنی در هر ثانیه 90 درجه طی بکن و بعد بگم که بیا اینو اجرا بکنی یعنی شبیه سازی رو صورت بده شما اگه الان خودتون زمان بگیرید میبینید که هر 90 درجه رو مثلا از این نقطه تا این نقطه داره یک ثانیه طول میکشه و این برداری که اینجا میبینید بردار وی سرعت خطی هست که مماس هست بر دایره که این کفشوزک داره حرکت میکنه و اندازش هم از این رابطه که ما اینجا داریم یعنی شعاع ضرب در سرعت دایره که حالا اینجا هست پی دوم رادیان بر ثانیه به دست میاد بنابراین سرعت خطی الان هست شعاع زب داره پی دوم رادیان بر ثانیه حالا من میتونم بیام و یک کفش دوزک دیگه ای رو وارد بکنم پس بذارید من بیام و این کفش دوزک رو مثلا اینجا وارد بکنم حالا میبینید که این کفش دوزک من چون در شعاع بزرگتری قرار داره یعنی دورتر هست از این کفش دوزک به نسبت مرکز دایره سرعت خطی بیشتری داره خب و علتش هم مشخصه چون اگر این دو هر دو بخوان زاویه یکسانی رو طی بکنن که باید بکنن چون هر دو دارن روی یک دیسک با سرعت زاویه یکسان حرکت میکنن در این صورت چون این کفش دوم من داره مسافت بیشتری رو طی میکنه چون شعاع دایره که روش حرکت میکنه بزرگتره باید سرعت خطیش هم بیشتر باشه که بتونه اون در حقیقت مسافت بیشتر رو جبران بکنه و با این کفشوزک کوچک من با یک شعاع یکسان با یک زاویه یکسان هر دو پیش برن. بنابراین من اگه مثلا بیام سرعت رو بیشتر هم بکنم میبینید که باز همین اتفاق داره میفته و این کفشوزک دوم من سرعت زاویه ایش همیشه بیشتر هست از این کفشوزک اول من و نسبت بیشتر بودن ببخشید سرعت خطیش و نسبت این بیشتر بودن هم دقیقا نسبت شعاها هست یعنی اگه من این کفشوزک کوچک رو ببرم و نزدیکتر بکنم میبینید که باز هم سرعتش کم میشه